عمارت دو طبقه موزه شهر ناصریه که از جنگ خلیج فارس در سال 1369 متروک مانده بود، اخیراً با صرف 1,290,000 دلار بازسازی شد. طبقه اول آن اکنون با مجموعه وسیع و متنوعی از پیکره‌ها، مهرها و ظروف متعلق به عهد عتیق دایر است و طبقه دوم هنوز در انتظار رسیدن مجموعه آثار خود از موزه بغداد به سر می‌برد. موزه با 14 سالن و 600 اثر باستانی بیش از 7000 ساله متعلق به هنرمندان و صنعتگران عصر پیش از اسلام، دوران امپراتوری‌های سومریان، بابل، آشور، حترا و اسلام به یمن تلاش‌های خستگی ناپذیر باستانشناسان عراقی بازگشایی شد. عبدالرزاق باستانشناس عراقی می‌گوید مجموعه آثار موزه در دوران جنگ خلیج فارس در سال 1369 برای محافظت در مقابل آسیب ناشی از جنگ و غارت به دستور صدام حسین در جعبه ها و بسته بندی های مخصوص به موزه بغداد انتقال داده شد. اکثر این قطعات از طریق حفاری در استان زیقار و سایت های دیگر در شمال و جنوب عراق به دست آمدند. سرزمین میان درود دجله و فرات، معروف به میان رودان یا بین النهرین، که به باور بسیاری خاستگاه هنر کتابت، کشت و زرع و تدوین قانون بشری است، بستر سایت‌های باستانی بیشمار از جمله و به ویژه بابل، نمرود، سامرا و اور است. ما قبلا موزه عراق و امروز موزه ناصریه را بازگشایی کردیم. در چند روز آینده موزه مصنا را هم بازگشایی خواهیم کرد و حفاری ها در تل ابو توبره و تل خیبر اثر گرفته می شود. همه این اقدامات برای مقابله با فعالیت های ویرانگرانه و منسجمی می شود که داعش پرچمدار آنهاست. عراق در سالهای اخیر پس از سرنگونی رژیم صدام حسین بخش قابل توجهی از میراث باستانی خود را در اثر بی‌نظمی‌های غالب بر کشور از دست داده است. افرادگرایان داعش چندی پیش با حمله به شهر 2000 ساله و باستانی حترا در شمال عراق با بولدوزر، چکش و مته بسیاری از آثار و معماری‌های سبک شرقی به جا مانده از دوران روم و یونان باستان را با خاک یکسان کردند و با حمله به موزه موسل تندیس بزرگ گاو بالدار دروازه نینوا را از بین بردند. باستانشناسان تخریب آثار عراق را از لحاظ وسعت فاجعه فرهنگی جامعه بشری با بمباران تندیس‌های قولاسای بودا در بامیان افغانستان به دست طالبان یکسان و برابر می‌دانند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.